درود فراوان پوران پوراقبال هستم مشاور بالینی جامعه شناس و امروز قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان رو در آریا تیوی اجرا میکنیم و موضوع امروز موضوع خیلی مهمیه انتباق پذیری در مهاجرت با ما باشید اگر مهاجر جدید هستید یا اینکه مهاجر قدیمی فرق نمیکنه تو هر کجای دنیا که هستید فکر می کنم خیلی مهمه که ما نگاه بکنیم به شرایطی که داریم حال روزی که داریم و بتونیم انتباق پذیریمون رو بیشتر بکنیم چگونه؟ خب مسلم این هستش که مسائلی رو که ما با خودمون میآوریم در کشور جدید تو به صلاح محیط جدید اینها میمونه برای ما سالها میمونه ما اگر تراموهای قبلی تو زندگیمون داشتیم تو زندگی جدیدی که وارد میشیم حتی اگر همه چی خیلی خوب و پرفکت داره میره جلو ولی یک جایی تلنگورهای خاصی میخوریم که حال روزمون رو خوب نمیکنه و نمیدونیم از کجا چه کار باید کرد مهاجرت مقوله خیلی سختی است یعنی جا به جا شدن یه زمانی بود میگفتن دختر به غریبه نمیدیم از یه شهری به یه شهر دیگه دختر میخواست ازدواج کنه بره نمیدادن میگفتن قربت سخته امروز دیگه ما از به اصطلاح قاره ها داریم عبور میکنیم قاره به قاره میریم و میایم و مهاجرتمون طولانی شده و خب باید یه خورده نگاه بکنیم که چه داره میگذره ما یه سری مهارت های زندگی لازم داریم حالا مهاجرت یا غیر مهاجرت مهارت ها چی هستن مهارت های در حقیقت انتباق پذیری با شرایط بخشیش بخش در حقیقت گفتگوی سالم هستش بخشیش این هستش که حل مسئله چگونه هستش واقع توی شرایط فعلی چگونه هستش پذیرشمون از امکانات جدید چی هستش ببینید ما واقعیت این هستش که تو مهاجرت یک افتی به وجود میاد از هر شرایطی که میایم حالا از اون شرایط که عبور میکنیم میایم توی زندگی جدید یک افتی به وجود میاد یک تغییری تغییری که شاید رو نداشتیم شاید بسش خیلی برنامه زیر نکردیم شاید هم خیلی بهش دقت کردیم ولی این رو فکر نمیکردیم که توی زندگی جدید ما باید بگذریم از یه سری چیزهایی که داشتیم بودیم انجام دادیم و گاهی اوقات تمام داستانهایی که میگیم که من در گذشته چه بودم و چه کردم و چه داشتم و بعض وقتا میبینیم که دیگه اینجا داستان ها جواب نمیده و یه سری مهارت های جدید لازم داریم انتباق با شرایط جدید واقعا کار سختی است انتباق فرهنگی این که ببینیم اینا چی میگن به چه چیزایی میخندن و ما به چه چیزایی میخندیم هیچ اشکالی نداره ما هممون تفاوتهایی داریم و با تفاوت فرهنگی خیلی هم قشنگ کشور کانادا به خصوص کشور مهاجر پذیره و روی تفاوت فرهنگی بسیار کار میکنن و احترام میذارن و تمام دنیا الان به اینجا رسیدن که این تفاوت فرهنگی رو باید احترام گذاشت ولی خب اونجا کجاست که برای خود ما مسئله هستش این تفاوت که مقایسه میکنیم اینها اینجوری هستن و ما اونجوری هستن هستیم و گاهی اوقات تفاوت همون نجادی میشه یعنی نجاد حالا این رنگ و نجاد آن رنگ و تفاوت همون جنسیتی میشه زن و مرد تفاوت همون ملیتی میشه تفاوت همون قومی میشه تفاوت همون فردی میشه خانواده من خانواده تو اونجا کجاست که ما نیاز داریم یه مقدار داستان همون رو بازبینی بکنیم حالا چطوری میتونیم بر مسائل زندگی تو شرایط مهاجرت چیره بشیم یه مقدار نگاه بکنیم ببینیم که داستانی که داریم به خودمون میگیم تو این شرایط مهاجرت جدید یا تو شرایط جدید چه داستانهای از خودمون داریم میگیم که بعضا میتونه واقعی باشه ولی برخیش یه خورده دید قلوامیز هست نسبت به گذشته چرا؟ که ما معمولا اصلا این خاصیت مغز انسان هستش که شرایطی رو که بحرانی بوده سخت بوده یه مقدار روش بیشتر میمونه و ولی خب انگار که تو دوران مهاجر اینجوری که ما وقتی میایم یادمون میره که چه مسائلی بوده که ازش میخواستیم یک جورایی فرار بکنیم رد بشیم بگذریم که دیگه اونها رو نداشته و میایم اینجا چون که شرایط جدید رو میبینیم اون شرایط رو ایدئال میکنیم شرایط گذشته رو یا اصلا گذشته رو ایدئال میکنیم خب چه داستان هایی به خودتون میگین اون موقع که قدیم چگونه بود الان چگونه هستش تو کشور مبدع چگونه بود و الان شما چیکار کار داری میکنیم وقتی میکنم این سال ها رو نگاه بکنیم ببینیم که یادمون بیاد برای چی ما مهاجرت کردیم قدم برداشتیم ببین مهاجرت یک تغییر بسیار بزرگه که نیاز به فکر و بررسی داره و نیاز به این داره که بگذریم از یه سری چیزا واقعا تو شرط مهاجرت بعد از مهاجرت ما استرس های زیادی تحمل میکنیم برخی اوقات نمیدونیم که این استرس ها چی کار داره با ما میکنه من نمیخوام وارد مقوله استرس بشم ولی یادمون بیاد که نگرانی ها و دقدقه هامون توی قبل از مهاجرت چی بود و الان چی هستش آیا میتونیم بگذریم از این که این داستانی که راجب گذشته به خودمون میگیم و گاهی اوقات خودمون رو توش قلوامیز بزرگ میکنیم و شرایطمون رو جور دیگه نشون میدیم آیا میتونیم از این داستان ها بگذریم و الان بگیم داستان واقعی چی هستش کی تو این داستان هنرپیشه هستش و کی داره کارگردانی میکنه و به کجا میخوایم برسیم موضوع پایان داستانمون چه هستش که در حقیقت چگونه موفقیت هامون رو میخوایم نشون بدیم و بعض وقتا اومدیم که یه موفقیت هایی به دست بیاریم شاید اومدیم که شاید سیتیزنشیپی بگیریم و برگردیم اومدیم شاید یه تحصیلی بکنیم برگردیم اومدیم شاید امکاناتی رو به دست بیاریم که به دنبالش بودیم و همه اینها خوب ولی این داستان ها چی هستن و کجا دارن ما رو میبرن و ترامو های قبلی تو زندگی ما چی بوده حالا یه خود شاید میتونیم یه سوال های خودمون بکنیم واقعا ببینیم که تو شرایط جدید چه چیزهای خوشحالتون میکنه چه چیزی نسبت به مهاجرت هستش که شما دوست داشتین به دست بیارین تو شرایط مهاجرت دو به دنبال چی میگشتین اومدین برای چی معمولا میگیم برای فرزندانمون اومدیم اومدیم که امکانات بهتری بله خیلی مالی ولی کن بعدا که میایم فرزندانمون یه مقدار بزرگتر میشن و شرایط مهاجرت یه مقدار شاید برای ما پیچیده تر میشه یه مقدار شاید پشیمانی هایی به وجود میاد و این پشیمانی ها گاهی اوقات هیچ راهی براش نیستش که حل و فصل بشه و اونجا، اونجاست که ما نگ... باید نگاه بکنیم ببینیم خیلی خوب تو شرایط جدید از چی خوشحالیم از چی غمگینیم چه چیزی رو میتونیم بذاریم بره چه چیزهایی رو میتونیم از گذشته برای خودمون نگه بداریم و از اونها استفاده بکنیم برای زندگی جدید چون همیشه ما توی به باری که با خودمون آوردیم بار فیزیکی نه بار روانی خیلی چیزهای خوب هست توانایی های خوب هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم برای اینکه زندگی بهتری رو برای خودمون رقم بزنیم چیزی که به دنبالش اومدیم و من مطمئنم که اگر جور دیگه به داستان زندگیمون نگاه بکنیم شرایط مهاجرت و انتباق پذیرمون بسیار بهتر خوش خواهد شد سپاسگزارم از آدیه تیوی و سپاسگزار از شما عزیزان که با پرسش هاتون و نظراتتون به من کمک میکنین که موضوعات مختلفی رو بتونم انتخاب بکنم متشکرم دور